سلام، کامبیز شریف هستم، مجسمه ساز. به زندگی من خوش آمدید. من متولد 1357م، تو تبریز متولد شدم. شهر بسیار زیبای تبریز متولد شدم. آذر زبان هستم و تنهایی متولد شدم، با یک فرد دیگه متولد شدم که برادر دوقلوم کامران شریف، که اونم مثلا مجسمه سازه. با شرسیت میخوایم یه صبحونه بخوریم، بعد معمولا من صبحونه رو آماده میکنم. بعد صبحونه های من خیلی خوشمزه است، ولی سعی میکنم خوشمزه باشه، چون فکر میکنم که صبحونه درست کردن و غذا درست کردن و آشپزی هم یک بخشی از مجسمه سازیه، چون با ابزار سرکار داری، آشپزخونه و گاز و چاقو و قاشق و اینی آتیش، اینه که ریختگری، اینه کوره مجسمه ساختن. بعد محصل این کارم مثل مجسمه سازی میچینی رو میز این گالری، مردم میان، یعنی دوست آشنا میان، صبحونت رو میخورن، شامت رو میخورن و لذت میبرن، تعریف میشنوی، اینه که از یک مجسمه دارن تعریف میکنه. بعد من این روند آشپزی رو با روند مجسمه سازی یا خلق صبحونه خیلی شبیه میدم، از یک این پروسه که هم لذت میبرم. ما خیلی وقت با هم، ما بوده 15 ساله با هم دیگه دوستیم، 7 ساله با هم دیگه ازدواج کردیم. شهرزاد شاگرد من بود، 15 سال پیش جز اولین شاگردان بود که تا الانم پیشم هستش و بهم خیلی تو این مسیر هنری و تو زندگی خیلی بهم کمک کرده و من همیشه از نظرات شهرزاد همیشه استفاده میکنم. استودیو که من تهران داشتم، الانم استودیو مجسمه سازی، فکر کنم الان 11 سال اون استودیو مجسمه سازی، هنرجوی خیلی خیلی هنرجو از اونجا اومده بیرون. با همسرم اونجا آشنا شدم و جزو دومین قدیمی ترین استودیوهای مجسمه سازی تهران. اولش کارگاه آقای شهابی بود و بعد کارگاه من و کامران که شد کارگاه مجسمه سازی شریف. تا اونجا که یادم میاد، من و کامران همیشه نمره 20 کلاس های نقاشی ورزش رو داشتیم، همیشه مال ما بود. بقیه خیلی زور میزدیم، 12، 13، 10، خیلی نمرات پایین بود. ولیکن نمیدونم، کل داستان این شکلی بود که بعدش اومدیم توی سه بودی کار کردن، سعی کردیم که یعنی یک بود به کامران منو، یعنی جواب نمیداد ما رو. یه کارتونایی هم بود تلویزیون، یه کارتونی نمیدونم اون موقع بود که یه پسر بود زده بود پای داداش دختره شکونده بود، دره انداخته بود، بعد این میاره یه مجسمه ساز پیدا میکنه که کش میسازه و فلان اینا، با چوب داشت کار میکرد. آقا این کارتون ما خیلی دوست داشتیم، ما هم گفتیم ما هم با چوب کار میکنیم. شروع کردیم با چاقو دیگه چوب تراشیدن اینا، یواش یواش دیگه مقارنا گرفتیم، شروع کردیم با مقار کار کردن، تا بعد دیگه اومدیم مهاجرت کردیم، اومدیم تهران، سوم بینال شرکت کردیم با کامگو. من مقام اول بینال مجسمه سازی تهران شدم که داورش آقای تناولی، دبیر بینال آقای تناولی بود. بعد داورای خیلی معروفی بودن، سه تا داور بینالمون داشتیم، آقای یک مجسمه سازی ایتالیایی به نام پومودورو، بعد دیوید گالووی و منگوتزا، اینا داورای خارجیمون بودن. داورای ایرانیمون هم آقای میفندرسکی بود، شهرساز آقای جواد مجاوی بود، آقای کامران کاتوزیان بود، آقای حاتم گرافیس بود و آقای نیما پتکر که یک سال پیش فوت کردم و من واقعا عاشقشون هستم به عنوان یک نقاش پروفشنال و یه چیز خیلی متفاوتی بودن آقای نیما پتکر. توی آرتیست هایی که تورن هستن توی ذهن من یک جایگاه دیگه ای دارن. خب
من جدیداً یک کتابی منتشر کردم به نام من کامبیز شریف که الان توی شهر کتابای تهران هستش. معمولاً ما مجسمه‌سازی آرتیست‌ها اونقدر لذت می‌بریم از کار کردن که هیچ وقت برنمی‌گردیم نگاه کنیم ببینیم که چه رد پایی گذاشتیم. و دوست داشتم این رد پای خودم نگاه کنم و بدونم که مردم، هم مخاطب خاصم هم مخاطب عامم، در مورد کار من و من چه فکر می‌کنن. داخل این کتاب دورهای مختلفی داشتم، به جز مجسمه‌های شهری و مجسمه‌های کوچک، مجسمه من و تو، مجموعه من و تو بود، مجموعه جنگ، مجموعه نبرد، مجموعه ردپا، مجموعه سکوت و بعضی از مجموعه چیدمانیم هستش داخل این کتاب که سعی کردم اون چیزایی که از ذهنم رد میشد و یک فلشبک میگن، یعنی یک برگشتی داشته باشم نسبت به اون دوره‌های کاریم و به زبون بیارم، یعنی بتونم اونا رو بنویسم، این کانسپت رو. این کتاب رو تقدیم کردم به شهرزاد که واقعا تو نوشتن این کتاب، تو جمع شدن این کتاب نقش مهمی داشته و به جا دونستم که ازش اینجا یاد کنم و کتاب رو تقدیم کنم. و کلن 8 سال با متریال چوب کار کردم و بزرگترین مجسمم مجسمه چشم خدا بوده. این مجسمه مقام شهامت و جسارت رو از 4 بینال به وسیله سازمان زیباسازی شهر تهران گرفت که تو پارک ایران شهر خانه هنرمندان نصبه. این مجسمه مقام اولی ایران شد و به درخواست سفیر وقت خریداری شد و توی سفارتخونه ایران توی پاریس نصب شد. و وقتی هم که سفیر عوض شد، بر اثر بی‌دقتی مسئولان، این مجسمه تخریب شد و الان من واقعا از وضعیت این مجسمه خبری به اون صورت ندارم. و بعد دیگه مجسمه های دیگه دارم که توی تالار وحدت مجسمه چرخ زمان نصبه. از مجسمه شهری که بگذریم، مجسمه سازی با چوب رو دیگه گذاشتم کنار و به متریال برونز یا متریال سفتر و سختری مثل آهن پرداختم و یه دوره، چند تا دوره کاری با برونز داشتم. و این مجموعه کاری، مجموعه نبرد که شروع میشه و با مجموعه جنگ به پایان میرسه. خب بچه فکر کنم دیگه باید بریم. به نظر من الان داره دیر میشه چون استودیوی من یک ساعتی باید رانندگی کنیم تا برسیم به استودیوی من. استودیوی من توی حدود 60 کیلومتری ونکوور هست، شهر میپریش، که الان اسیستم اونجا منتظره که امروز ریختگر داریم. دوست داشتم با ریختگری کارگاه منم آشنا بشین که بهتر از همین الان حرکت کنیم. در بزرگم یک تاجر فرش بود و نقاشی و فرش رو پدر بزرگم یاد داد، یعنی موقعی که شروع کردم به نقاشی کردن بدم بیاد 7-8 سال داشتم، پدر بزرگم حاشیه‌های فرش اینا رو به من نشون میداد، یعنی به ما یاد میداد که چه شکلی نقاشی کنیم. رنگ رو از اونجا شناختم. خانواده‌ام، پدر مادرم خیلی کمک کردن، یعنی کمک کردن که هیچ وقت نگفتن که این داری چی کار میکنی؟ یعنی تا جایی که تونستن دیدم ما داریم، یعنی یه جایی من و کامران داریم با این کار را ساکت میشیم، خرابکاری نمی کنیم. یه جایی گفتم بذار این کار را انجام بدن دیگه. اینا یه جایی یه اسباب بازی هستش که صداشون در نمیاد، جایی آتیش نمیزنن، دیواری رو نمیریزن، پنجره رو نمیشکنن، بعد دیگه کار به کار ما نداشتن دیگه. ولی کم بعدش دیگه دیدن که واقعا ما جدی هستیم تو این مسیر. بعد دیگه پدرم منو کامران گذاشت تو کلاسای نقاشی. یادم میاد فکر کنم 9 سال داشتم رفتم کلاسای نقاشی. همیشه میگم من اگه مجسم ساز نبودم یک ژورنالیست یا یه خبرنگار خوبی میشدم، چون یه جایی دوست دارم یه اتفاقی رو که افتاده کمرنگه رنگی ترش کنم، کامویزوار بدمش بیرون. Thank you.
دعوا کنم. الان اومدیم تو استودیوی من تو میپل ریج که بخشی از این یک زمین بزرگ، یه فارمیه که داخلش درختای میوه کاشتم و این زمین دو قسمته که بخشی از این ساختمونه که بخشی از این ساختمون محل استراحت منه که ظهر و شب اینجا استراحت میکنم و بخشی از ساختمون استودیوی منه که کستینگ ریختگریه و جوشکاریه و ساب زدنه و بعد شل کردن شل سرامیکه. چایی بدم. موقعی که مقام اول بینال شدم بورسیه مطالعاتی یک ساله پاریس رو گرفتم. باید میرفتم پاریس تو یک مجموعه هنری هستش به نام سیته دزق آرت تو پاریس 3 که من یک سال اونجا توی خانه فرهنگ و هنر پاریس اقامت داشتم که چند تا نمایشگاه داشتم اونجا، ولی تجربه‌ای که از فضای بیرون از ایران داشتم اولین بار اونجا اتفاق افتاد. خیلی خوشحالم که تو سن 23 سالگی همچین تجربه ای داشتم و خیلی سازنده بود واسه من، چون دو تا فضا رو تو سن پایین تجربه میکردم. یکی فضای ایران بود که تجربهش رو داشتم و یهویی یه فضای آزاد خیلی مدرن رو تجربه میکردم که میتونستم تو سن 23 سالگی مثلا بهترین های دنیا رو، بهترین های واقعا بهترین های نقاشی مجسم سازی دنیا رو ببینم، بهتر موزه های دنیا رو رفتم اونجا و تجربه خیلی خوبی بود. ولی چون که وقتی که هم که مهاجرت کردم واسه ونکوور، ونکوور جای کوچیکیه، هیچ وقت نمیتونم با پاریس مقایسش کنم، هیچ جور نمیشه با پاریس مقایسه کرد، ولی که آزادی که اینجا هستش خیلی چشمگیره، خیلی خیلی فرق میکنه، خیلی فضا فرق میکنه. به نظر خودم اینجا پرکارتر از ایران بودم من، یعنی فضای به قول معروف پرتی نداشتم که وقتم صرف بشه یا انرژیم هدر بره. اینجا انرژی سوخته ای ندارم، اینجا همه انرژیم تبدیل میشه به مجسمه. چند تا کتاب هستش که دوست داشتم یه بار دیگه اینا رو نگاه کنیم، کتابای جالبیه و که یکیش پاپ اسکاپچر هستش. من وقتی که مهاجرت کردم تونستم با گالری‌های مختلفی بیرون از ایران کار کنم که مهمترینش که توی مسیر هنر واسه من نقش مهمی داشت لیلا هلر آرت گالری نیویورک که توی نمایشگاه گروهی مختلفی باش بودم، پاپ اسکاپچر 2014 تا آرک دوبه 2015 که یه کاتالوگ هایی هم معمولا تو هر نمایشگاهی چاپ میشه که تو این نمایشگاه پاپ سکاپچر مجسم سازه آرتیست های خیلی خیلی معروف دنیا هم بودن که من افتخار اینو داشتم که با این مجسم سازه باشم، روبرتو ایندیانا برای مثال، میتونیم جف کونز رو نام ببریم، خیلی از مجسم سازه معروف و که کارای منم که معروف ترینش بابلگانه و دو دوره کاریم اینجا هستش که یکیش رد پا هستش مال 2011 فکر کنم و سایلنس که مال 2014. اینجا یه باغ میوه هستش که من سعی میکنم اون موقعی که کاری ندارم و خستم میام به باغه میرسم، به سمپاشیشون میرسم، به هرسکندرشون میرسم و میوه رو برداشت میکنم. میوه های خیلی زیادی داریم، درخت های سیب داریم، گلابی داریم، گردو داریم، بلوبری داریم، رزبری داریم و هر سال محصول خوبی میده و این محصول رو به دوستان آشنایم پخش میکنم. Thank you.
ما تقریبا داریم آماده میشیم واسه ریختگری. دوتا شل آماده داریم که اینا قبلا برنات شده. بعد این شلا قبلا فول وکس بود، یعنی مجسمه وکسی بود که الان مجسمه وکسش دیرشب خالی شده. امروز شلا رو داغ میکنیم، میرسیم به دمای 850 درجه سانتیگراد که با مواد مذابی که میخوایم بریزیم داخل شله یه کمی ایون بشه، مساوی بشه که شله ترک نخوره، یه موقعی ترک نخوره و پوسته شله وقتی ترک بخوره کل مواد مذاب میریزه بیرون. مدت 5 دقیقه کورسبل رو داغ میکنیم به یه دمایی که شاک بهش ندیم، بعد میذاریم داخل کوره، بعد شمشای برونز رو میذاریم داخلش که به مدت 1 ساعت این به دمای مذاب برسه. الان این مواد مذابی که ریختیم داخل این منتظر میشیم که حدود 10 دقیقه تا 20 دقیقه این سرد بشه، بعد تو این فاصله میریم تو کارگاه که من با بقیه کارام شما رو آشنا کنم. این کار استارت مجموعه سایلنس هم به مجموعه که توی ایران میخوام نمایشش بدم، یه قلب دهلیز با لبهای بسته که داخل لب خون لخته شده و این مجموعه از 8 تا مجسمه‌ای که مثل زنجیر هم دیگر دنبال میکنن تشکیل شده. این کار از مجموعه نبرد میاد، اسمش مرده و نبرد بین یک مرد و زنه. بازم توی دوران خیلی احساسی بود که سال 2008 بود و دوست داشتم قدرت یک مرد و قدرت یک زن رو نشون بدم که در داستان تکاپوی بزرگ شدنی که کنار هم وجود داره اینا یک نبرد عاشقانه‌ای هم بین همدیگه هستش که تو این نبرده جفتشون بازنده و جفتشون برنده. این کاری که می‌بینین اسمش کعبه است یا همون کیوب، مجموعه کیوب. این میشه گفت آخرین کارمه که 4 ماه پیش ساختمش، تموم کردم. کیوب مجموعه که اشاره میکنه به جنگ های مذهبی و من چون خودم یک مسلمونم سعی کردم اشاره کنم به کعبه و جنگ هایی که از ابتدای اسلام تا الان بوده، سعی کردم نشون بدم که جنگ های زیادی به خاطر مذهب صورت گرفته و میگیره. حالا شلش سرد شده، یعنی برونزه سرد شده، شل خود به خود ریخته میشه. بعد شل از این
کنده بشه که بتونیم مرحله دیگر رو انجام بدیم. شلینگشم که کس کردیم، شلای که پوسته بیرونی هستش رو باید الان تمیز کنیم که بریم دو ارایزرهاش رو قطع کنیم. قبل این کار با سمپلاس انجام میشه. سیستم کستینگ من با کل سیستم بقیه فرق میکنه، اصلا پروسه‌ای که من دارم با کل پروسه بقیه فاندری ها فرق میکنه، چون من خودم به وجود آوردم. شاید اونقدر سخت بوده واسم، ولی که مال خودم، سیستمه کلش مال خودم. باورت نمیشه من اینجا یه بارم آتیش دادم سر همون سعی خطایه. اینجا کلا یه بار آتیش گرفت و 4-5 تا آره 4-5 تا ماشین آتش نشون. اینجا خیابونا رو کلا بسته بودم به خاطر این نیم وجب جا. ولی که خب دیگه سعی خطاست دیگه. معمولا همه مجسم سازایی که با برنز و فاندری دارن یه بار کارگاهشون آتیش زدن. منم خود به خود به اون مقام رسیدم. وقتی که یه کارگاه آتیش بزنی به نظر من اون موقع کارگاه تو هم بود. الان تو راه برگشت ونکوور هستیم. داریم میریم دانتان ونکوور که از ونکوور آرت گالری که تنها موزه گالری ونکوور هستش دیدن کنیم. آرت گالری یه ساختمون خیلی قدیمیه که 3 طبقه داره و هر طبقه الان یک نمایشگاه هستش که با هم میریم نگاه. این قشنگه اون نظر. من به عنوان مجسمه‌سازی که الان 8 سال مهاجرت کردم و یک بک‌گراند 15 ساله‌ای هم تو ایران داشتم، به نظر من یه جوری خیلی زیادی از ایران تغذیه شدم. ولی نمیدونم از اینجا به بعد آیا مهاجرتم تاثیر خواهد گذاشت تو مجموعه کاری. به نوعی تغییر کردم. وقتی آخر مجموعه آخرم نگاه میکنی به نوعی تغییر کردم، چون به نظرم چشم و ذهن عاملای اصلی تغذیه است. وقتی که دارم میبینم و پالایش میکنم، وقتی نگاه و ذهن تو چیزای متفاوتی میبینه، یعنی اینه که تو تغذیه شدی از پیرامونت. و به نظر من طبیعیه. اینجا زندگی کردن یوی زورش بیشتر از اون چیزایی که تو ذهن تو هستش مجبورت میکنه که با هم دیگه تلفیقش کنی داستانو. یوی میگی تلفیق شدی، یعنی اونقدر تو درونت تلفیق میشه با طبیعتش، با برگای خشکش، یعنی با کنده هایی که آب میاره توی ساحل، یعنی با همین چیزش یوی میبینی آتی شدی رفته و طبیعتو یوی میبینی تو کارات هستش ناخودآگاه. تو بیشتر از آرتیست اینجا میبینی طبیعت خیلی درون کاراشون دیده میشه. چوب سیدر اینجا همه جا هستش، تو همه کارا چوب سیدر هستش. یه جوری اومده تو آرتیستایی که مهاجرن، تو کار آرتیستا، متریال آرتیستای مهاجرم شده. و چون یه متریال مشترک بین بومیا و آرتیستای مهاجر، به جای میبینی بیس آرتیستای بومی و آرتیستای مهاجر داره یکی میشه و یکی شده. واسه منی که 8 ساله در اینجا زندگی میکنم، به نظرم اونقدر دور نیست. تو آینده نزدیک خودم رو با آرتیست های کانادایی توی یک موزه بین‌المللی ببینم و یک احساس، به نظر من یک احساس خیلی خوبیه که ذهنت در مقابل ذهنیت های دیگه قرار بگیره و ایدت رو بتونی بگی، حرفت رو بتونی بزنی و آدم ها با ذهنیت های مختلف، با کالچر های مختلف بیان از کارت دیدن کنم و مقایسه بشی با آرتیست‌های دیگه دنیا. و این بود یکی روز از زندگی من. مرسی که با من همراه بودید.